قیام عمومی مردم مزارع در دایکندی محمد محقق سلام میگیرد. اعتراضات علیه پاکستان در کابل طالبان شلیک کردند. قیام در برابر طالبان در کاپیسا شکل گرفت. دیوار سفارت آمریکا در کابل با پرچم طالبان مزین شد و در پایان ادامه درگیری ها میان نیروهای مقاومت و طالبان در پنجشیر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. به نقل از صفحات اجتماعی، زنده باد مردم آزادی خواه دایکندی. مردم دایکندی به فراخوان احمد مسعود لبیک گفته و زن و مرد دیشب مسلح شدند و بر علیه طالبان قیام کردند. این در حالی است که خبرگزاری خامپرس گزارش می دهد محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان حملات طالبان و پنجشیر را شدیداً محکوم نموده و آن را یک زخم ناسور به بدن رنجور افغانستان عنوان کرد. آقای محقق روز سه‌شنبه 16 سنباله در یادداشتی در فیسبوکش نگاشته است: پنجشیر مجاهد پرور، زادگاه قهرمان ملی کشور و خواستگاه جهاد و مقاومت هزاران شهید راه خدا و آزادی، مستحق این تهاجم وسیع و بی‌رحمانه نبود. خصوصا که حرفای در مورد مداخله خارجی هم به میان آمد که قضیه را تراژدی تر ساخت. او جان باختن فهیم دشتی عضو جبهه مقاومت ملی را غم انگیز خوانده و گفت: خبر شهادت غم انگیز محترم فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت و از مجاهدان پاکباز و نویسندگان راستقامت کشور و تعداد از مجاهدان سرفراز آن خطه مردخیز پنجشیر را شنیدم که یک دنیا اندو بر من هجوم کرد. طالبان روز گذشته اعلام کردند که کنترل کامل پنجشیر را به دست گرفتند. عکس‌های از نیروهای طالبان در مقام ولایت پنجشیر نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. جبهه مقاومت مردمی به رهبری احمد مسعود اما فراخوان قیام عمومی ضد طالبان را صادر کرد و گفت که تنگ شدن جغرافیا نمیتواند آنان را از مبارزه برای آزادی، عدالت و وطن بازدارد. او از مردم خواست که به هر نحوی که میتواند با جبهه مقاومت ملی برای آزادی کشور با آنان همگام شوند. اعتراضات علیه پاکستان در کابل طالبان شلیک کردند. شمار زیادی از مردم امروز در شهر کابل با راهپیمایی ها علیه پاکستان اعتراضات گسترده را برانداختند، اما طالبان با شلیک گلوله ها تلاش دارند مردم را پراگنده کنند. به گزارش سپوتنیک، در این راهپیمایی که صدها زن و مرد اشتراک کردند، معترضان همچنین شعار می دهند که حکومت دست نشانده پاکستان را نمی خواهند. جاده های کابل پر از فریاد آزادی است. مردم به سمت ارگ در حرکتند و سمت خیرخانه نیز اعتراضات آغاز شده است. طالبان شلیک های هوایی می کنند، اما زنان همچنان مصمم و استوار به پیش می روند. آنان با سردادن شعار مرگ بر پاکستان و زنده باد مردم افغانستان تاکید دارند که حکومت مستقل و همشمول در افغانستان می خواهند. معترضان همچنین شعارهای به حمایت از جبهه مقاومت ملی در پنجشیر سر می دهند. آنان می گویند که مردم در پنجشیر غذا و دارو نیاز دارند و باید به آنان کمک شوند. همچنین در یک ویدیویی که در رسانه های اجتماعی دقایق پیش منتشر شده نشان می دهد که طالبان برای متفرق کردن معترضان اقدام به تیراندازی کردند. افزون بر کابل گزارش شده است که مهاجران افغان در ایران در مقابل سفارت پاکستان در تهران و شهر مشهد هم تجمع اعتراضی برپا کردند. آنان هم شعار مرگ بر پاکستان و مرگ بر ISI سازمان استخباراتی پاکستان سر دادند. همچنین علاوه بر این، تظاهرات در کابل و تهران از شب گذشته به این طرف به دنبال فراخوان احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت ملی در پنجشیر مبنی بر قیام عمومی علیه طالبان، مردم در شهرهای کابل، نیلی، مرکز دایکندی، مزار شریف، مرکز ولایت بلخ و شمار دیگر از شهرهای افغانستان گرد همایی اعتراضی برپا کردند. قیام در برابر پاکستان در کاپیسا شکل گرفت.
برخی گزارش ها از آغاز قیام مردمی در ولایت کاپیسا علیه طالبان خبر می دهند. به گزارش اسپاتنیک برخی ویدیوها در رسانه های اجتماعی می رسانند که قیام در برابر طالبان در کاپیسا نیز شکل گرفته است. صدها تن از باشندگان ولایت کاپیسا علیه طالبان سلاح برداشتند، برای حمایت از نیروهای جبهه مقاومت بسیج شدند. در این حال احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در پنچیر در پیام گفت که طالبان با ما نمی جنگند، اما ارتش ISI پاکستان آنها را رهبری می کند. طالبان آنقدر قوی نیستند که با ما مبارزه کنند، اما ارتش پاکستان با آنها همکاری می کند. و از مردم افغانستان خواست تا علیه طالبان که از دین و شریعت نیز خارج شدند قیام کنند. دیوار سفارت آمریکا در کابل با پرچم طالبان مزین شد. با گزارش اسپاتنیک، ایما گراهام خبرنگار گاردین در کابل در توییت نوشت که تصویر بزرگی از پرچم طالبان در دروازه ورودی سفارت آمریکا در کابل پایتخت افغانستان را مزین ساخته است. در شبکه های اجتماعی نیز تصاویر منتشر شده است که نشان می دهد بر روی دیوار سفارت آمریکا در کابل کاملا تصویر بزرگی از پرچم طالبان نقاشی شده است. برخی کاربران در توضیح این تصاویر نوشتند که نمایان شدن این تصاویر نشان می دهد که احتمال دارد ایالات متحده شکست خود در افغانستان را پذیرفته است. شماره دیگری از کاربران نیز از برچیده شدن این تصاویر ابراز امیدواری کردند. و در پایان، درگیری ها میان نیروهای مقاومت و طالبان در پنچیر ادامه دارد. یک منبع نزدیک به جبهه مقاومت ملی در منطقه پنچیر امروز سه شنبه گفت که درگیری شدید در منطقه ادامه دارد. به گزارش اسپاتنیک، منبع گفت از یک شنبه مواضع رزمندگان مقاومت مورد حمله هوایی بدون سرنشین قرار گرفته، بنابراین بسیاری از آنها مجبور به عقب نشینی و عزیمت به مناطق کوهستانی شدند. روز دوشنبه حملات به شدت فشرده ادامه یافت و تا کنون در جریان بوده است. درگیری ها در استان اندراب در ولایت بغلان نیز در جریان است. به گفته این منبع، به دلیل وضعیت متشنج در دره پنچیر و گلوله باران مداوم از سوی طالبان، اکثریت ساکنان محلی خانه های خود را ترک کرده و به کوه ها رفتند. روز دوشنبه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گزارش داد که پنچیر به طور کامل توسط طالبان کنترل شده است و جنگ در خاک افغانستان به پایان رسیده است. احمد مسعود به نوبه خود اعلام کرد که مقاومت در برابر طالبان ادامه دارد و از همه شهروندان افغانستان خواست که با قیام ملی بپیوندند. علی میثم نظری نماینده رزمندگان مقاومت بعداً تصریح کرد که مقاومت در حال اتخاذ تاکتیک های جنگ چریکی است. تشکر از توجهتان برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما. لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار. کامگارو سرفراز باشید.